مهمترین عناوین خبری هفته. وعده‌های رهبر حزب محافظه‌کار در سومین هفته پس از آغاز کمپین انتخاباتی. فاش شدن اطلاعات شخصی 4 میلیون کاربر دوردش اپ. تعطیلی آژانس رده‌بندی فیلم‌ها در آنتاریو. اعتراض معلمین به قانون بیل 21. افزایش محبوبیت محافظه‌کاران در آستانه انتخابات فدرال. فراخوان جمع‌آوری مرغ‌های پخته شده آلوده. اعتراض به تغییرات اقلیمی در شهرهای کانادا. سلام، وقت بخیر. به کانادا 7 از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم و ممنون که در یک شنبه دیگه و با کانادا 7 دیگه همراه ما هستید. مرور این هفته را آغاز می‌کنیم با اخباری در ارتباط با کمپین‌های انتخاباتی. آقای اندرو شیر، رهبر حزب محافظه‌کار، در سومین هفته پس از آغاز کمپین‌های انتخاباتی از در اولویت قرار دادن زیرساخت‌های کاهش زمان رفت آمد در کانادا خبر داد و این خبر را در جمع هواداران خود در شهر ونکوور اعلام کرد. آقای شیر ضمن این سخنان از اقدامات دولت کنونی فدرال در صرف هزینه‌های بی‌حاصل فراوان برای توسعه مسیرهای ارتباطی درون شهری و عدم موفقیت آنها در کاهش زمان انتظار شهروندان برای استفاده از سرویس‌های حمل و نقل عمومی شدیداً انتقاد کرد و همچنین اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات پروژه‌های نیمه تمام کنونی را به پایان رسانده، اما در اولویت بندی پروژه‌های آینده به این سوال پرداخته خواهد شد که انجام این پروژه تا چه میزان به کاهش زمان حمل و نقل شهروندان کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش اداره آمار کانادا که در ماه فوریه منتشر شد، اتلاف زمان کانادایی‌ها به طور متوسط برای رسیدن به محل کار روزانه 60 دقیقه است. سرویس دلیوری غذاهای دوردش روز پنجشنبه 26 سپتامبر اعلام کرد اطلاعات شخصی دست کم 4 میلیون کاربر این اپ در شهرهای کانادا و ایالات متحده آمریکا فاش شده است. این شرکت در بررسی‌های ماه گذشته و به علت وجود فعالیت‌های مشکوک در اپ خود متوجه این مسئله شد. این اطلاعات فاش شده شامل اسامی مشتریان، سوابق آنها در استفاده از اپ، آدرس ایمیل و شماره تلفن افرادی بوده است که پیش از تاریخ 5 آوریل 2018 در این اپ ثبت نام نمودند. همچنین این شرکت از افشای 4 رقم آخر کارت‌های پرداخت مشتریان خود خبر داد. با این حال به کاربران خود این اطمینان را داده است که این اطلاعات برای انجام عملیات بانکی برداشت پول از حساب‌های مالی آنها کافی نخواهد بود. این شرکت که هم‌اکنون در 78 شهر کانادا از جمله تورنتو، ونکوور و مونتریال فعال است، از افشای تعداد کانادایی‌هایی که اطلاعاتشان فاش شده از خودداری کرد. قرار است این شرکت تا پایان سال 2019 در 100 شهر کانادا فعال شود. دولت آقای فورد آژانس نظارت بر سیستم رده‌بندی فیلم‌های استان را منحل کرد. دولت استانی آنتاریو روز جمعه 27 سپتامبر در بیانیه اعلام کرد منحل کردن این آژانس می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را برای دولت کاهش دهد. تعطیلی این آژانس نخستین گام دولت آقای فورد در روند مذاکره و گفتگو با آژانس‌های رده‌بندی استانی، دولت فدرال و بینندگان این فیلم‌ها برای طراحی و معرفی سیستمی به‌روز و مدرن برای رده‌بندی فیلم‌هاست. دولت آقای فورد اعلام کرده است تا آغاز روند این گفتگوها و مذاکرات برای نمایش فیلم‌ها در آنتاریو از رده‌بندی انجام شده در استان بریتیش کلمبیا استفاده خواهد شد. این اقدام می‌تواند سالانه موجب کاهش مبلغ 1.5 تا 2 میلیون دلار در بودجه دولت استانی آنتاریو شود. صدها نفر روز شنبه 28 سپتامبر در شهر مونترال در اعتراض به قانون بیل 21 در محدوده پارک اکستنشن این شهر دست به تجمع زدند. بر اساس این قانون، افراد در پست‌های دولتی همچون معلمین، قضات و پلیس نمی‌توانند حین انجام وظیفه از نمادهای مذهبی مانند حجاب در پوشش خود استفاده کنند. اگرچه این قانون تنها شامل معلمینی می‌شود که پس از تاریخ 28 مارس 2019 استخدام شده‌اند، اما سایر معلمین نیز که از نماد مذهبی استفاده می‌کنند معتقدند که پس از تصویب این قانون با محدودیت و تبعیض در جایگاه خود روبرو بودند.
این افراد بر این باورند که تصویب چنین قانونی محیط ناامنی از اسلام حراسی در داخل و خارج از کلاس‌ها به وجود خواهد آورد. پیشتر سه معلم این استان برای حفظ شغل خود مجبور به برداشتن نماد مذهبی پوشش خود شده بودند. این امر به گفته مقامات این استان نشان دهنده پیروزی و موفقیت این قانون بوده است. بر اساس آخرین نظرسنجی های انجام شده توسط ایپسس، انتشار عکس ها و ویدیوهای آقای ترودو رهبر حزب لیبرال منجر به کاهش محبوبیت وی در بین کانادایی ها شده است. در این نظرسنجی اندرو شیر رهبر حزب محافظه‌کار با 4 امتیاز بالاتر از آقای ترودو قرار دارد. در این نظرسنجی که بین 20 تا 23 سپتامبر انجام شد، از شرکت کنندگان درباره نظر آنان در مورد عذرخواهی آقای ترودو پس از انتشار این تصاویر پرسیده شد. 20% از شرکت کنندگان معتقد بودند عذرخواهی وی غیر قابل قبول است و وی باید از سمت خود کنارگیری کند. در حال حاضر بر اساس این نظرسنجی آقای شیر بالاترین محبوبیت را بین شرکت کنندگان دارد. آژانس نظارت بر مواد غذایی در کانادا اعلام کرده است برخی از برندهای مرغ تکه و پخته شده ارائه شده در بازار ممکن است به باکتری لیستریا آلوده باشند. به همین دلیل این آژانس از شهروندان خواسته است مواد غذایی را مرجوع و یا دور بریزند. مرغ‌های آلوده توسط شرکت‌های تیپ تاپ پالتری، روین اینترنشنال و سیسکو اند الین پلاس تولید شده‌اند. تاکنون گزارشی از هیچ نوع بیماری در رابطه با مصرف این محصولات منتشر نشده است. و در پایان صدها هزار نفر از مردم کانادا به اعتراض و اعتصاب سراسری در حمایت از محیط زیست پیوستند. این راهپیمایی تقریباً در 100 شهر در کشور کانادا برنامه‌ریزی شده و معترضان از رهبران جهان می‌خواهند با تغییر جدی در سیاست‌های خود برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدام فوری انجام دهند. اولین اعتصابات مدرسه‌ای با الهام از جنبش جمعه ها برای آینده گرتا تونبرگ، نوجوان و فعال محیط زیست سوئدی آغاز شد. گرتای 16 ساله که روز دوشنبه در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد به رهبران جهان تاخته بود، روز جمعه برای معترضانی که در مونتریال گرد هم آمده بودند، سخنرانی کرد. گرتا تونبرگ به خبرنگاران گفت دیدن اینکه همه اینقدر به شرکت در این راهپیمایی و اعتصاب حس تعهد دارند فوق‌العاده است. باید بگویم امروز روز بسیار خوبی است. قرار است خانم تونبرگ کلید افتخاری شهر مونترال را از شهردار این شهر دریافت کند. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا کانادا هفته دیگه، خدا نگهدار. تا هفته آینده و کانادا هفته دیگر، بدرود.